وقتی راجع به اسمارت فون‌های کمپانی‌های مختلف صحبت می‌کنیم، احتمالاً یه ذهنیتی ازشون تو ذهن ما میاد. مثلا اسمارت فون‌های سامسونگ، می‌دونیم که سری گلکسی اس میشه پرچم داراش، سری گلکسی ای میشه میارده‌هاش. همین فرمول راجع به کمپانی‌های دیگه هم صدق می‌کنه. اما داستان گوشی‌های گوگل، یا بهتر بگم گوگل فون‌ها چیه؟ دقیقاً سری‌هاش چجوری دسته‌بندی میشه؟ از کجا شروع شد و به کجا رسید؟ اصلاً تعریف یک گوگل فون سری نکسوس یا سری پیکسل؟ این داستان دقیقاً چجوریه؟ من امیر حسین هم امروز توی این قسمت از برنامه دیجی تک قراره بریم سراغ داستان تکامل گوشی های گوگل. با من همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خیلی خوشحالم میکنید و بهم انرژی میدید اگر ویدیو رو لایک کنید و همین الانم بگید که اولین اسمارت فونی که داشتید چه مدلی بوده. حتی اگر گوشیایی که سیستم عامل سیمبیان داشتن، چه میدونم ویواز سونی اریکسون یا هر چیز دیگه، اولین اسمارت فونی که داشتین کدوم مدل بوده. اما برسیم به داستان خودمون. تعریف گوشی های گوگل در طی مدت زمان خیلی تغییر کرده. یعنی مثلا اگه تا سال 2015 این سوال پرسیده میشد، جواب میشد چی؟ میشد سری نکسوس. ولی اگر الان این سوال پرسیده بشه، جواب میشه سری پیکسل. یعنی این روند تکامله خیلی متفاوت شده، یه تغییری توش ایجاد شده. ولی چیزی که لازم به ذکر بگم اینه که تا سال 2016 کمپانی گوگل به هیچ وجه تولید کننده یه سخت افزاری گوشی‌های خودش نبود. یعنی فقط نرم افزار یا اون پوسته سیستم عاملی که داشت رو طراحی میکرد و تحت لیبل خودش اون قابلیت تولید گوشی‌ها رو میسپرد به کمپانی دیگه، مثلا مثل HTC و سامسونگ و هواوی و LG و موتورولا، میسپرد به اونا به صورت دوره‌ای که بیان اسمارت فون‌هاشو تولید کنن. ولی چیزی که احتمالاً هممون شاید یادمون باشه، سال 2007 و معرفی آیفون، اینو احتمالاً هممون یادمونه حتی اگه کاربر آیفون نباشیم. ولی چیزی که یادمون نیست، معرفی از اولین یا رونمایی از اولین گوشی اندرویدی تاریخه که تو سال 2008 رونمایی شد و داستان گوشی‌های گوگل از اون زمان استارتش خورد، که اولین گوشی گوگل میشد تی موبایل جیوان، یا یه اسم دیگه‌ش هم میشد HTC دریم، که همونطور که از اسمش مشخصه با همکاری HTC گوگل اومد اولین گوشی اندرویدی تاریخ رو رونمایی کرد که رقیب اصلی همون اولین آیفون‌ها هم بود. حالا اگه بخوایم یه نگاهی به مشخصاتش، قابلیتاش بنظیم، طراحی باحال دوست داشتنی داشت. یه صفحه نمایش کشویی داشت که سمت راست باز میشد. زیر اون صفحه نمایش یک کیبورد کامل داشت، یه صفحه کلید کامل داشت و تو قسمت پایینی گوشی هم علاوه بر دکمه های دوست داشتنی هوم و چه میدونم بازگشت و یا قطع و وصل مکالمه، یه توپکی گرد مکانیکال هم داشت که نقش موس رو بازی میکرد و واقعا چیز جذابی بود. اما این گوشی که یه دوربین 32 مگاپیکسلی و نسخه 1 اندروید هم روش بود و 192 مگابایت رم، اولین تجربه گوگل بود و صرفا واسه محک زدن بازار بود که بیاد ببینه این گوشی با این سیستم عامل کلن این کانسپت چجوری میخواد جواب بده، آیا کاربرا میپسندنش، آیا نمیپسندنش، داستانش دقیقاً چیه. که بعد از اینکه این بازخوردها رو گرفت، رفتیم سراغ چی؟ رفتیم سراغ سال 2010 و اولین پرچمدار یا گوشی جدی که گوگل دوباره با همکاری HTC، یعنی همون کمپانی دوست داشتنی تایوانی، اومد تولیدش کرد که میشد چی؟ میشد نکسوس وان، اولین پرچمدار خود گوگل که بر پایه یا میشه گفت یک کپی تقریبا از لحاظ سخت افزاری از پرچمدار همون موقع HTC، یعنی HTC دیزایر بود که از لحاظ سخت افزاری تقریبا مثل همون بود. یه رم 512 مگابایتی داشت، یه صفحه 3.7 اینچی داشت با رزولوشن 480x800 و اینکه مشخصاتش تقریبا به نسبت اون زمان خوب بود. قیمتش هم در حدود $530 بود تا این نکسوس وان رو تبدیل بکنه به اولین گوشی پرچمدار گوگل. چیز دیگه ای که لازمه راجع به این اسمارت فون جذاب و باحال بگم اینه که این یکی از بحث برانگیز ترین گوشی های اندرویدی بود که تا الان تولید شده. به خاطر چی؟ به خاطر قابلیت مولتی تاچ که حق اختراعش با اپل بود و همین باعث شد که این داستان مولتی، قابلیت پشتیبانی از مولتی تاچی که نکسوس وان داشت، سالها اپل رو با گوگل و
کسی رو بندازه تو دادگاه از هم شکایت کنن و داستانا براشون به وجود بیاد. اما بریم سراغ مدل بعدی که چرا خیلی سریع اومد معرفی شد که میشد نکسوس اس. داستانش بود داستان این بود که نکسوس وان به دلیل سیاست‌های اشتباهی که گوگل گذاشت سر فروختن این گوشی که فقط گفت آنلاین میتونیم بخرین و اون زمانم حدوداً سال 2010 هنوز خیلی مردم تو اینترنت و خرید آنلاین و اینا نبودن، بودا ولی انقدری که الان هست نبود. به خاطر همین اون حدی که باید و شاید به فروش نرسید و گوگل تصمیم گرفت که همون سال بیاد یه گوشی جدیدتری رو به روز رسانی شده تر و بهبود داده رو تولید کنه، ولی دیگه با اشیسی نه، این بار با سامسونگ که اسمش هم گفتم میشد نکسوس اس که از لحاظ مشخصات سخت افزاری خیلی شبیه به همون نکسوس وان بود، یعنی همون رم 512 مگابایتی، همون پردازنده 1 گیگاهرتزی، همون دوربین 5 مگاپیکسلی. سه تا تفاوت داشت. اولین تفاوتش صفحه نمایش بزرگترش بود که شده بود تقریبا در حدود 4 اینچ و اینکه سوپر امولد بود، ظرفیت باتریش طبیعتاً بیشتر شده بود و اینکه دوربین سلفی هم داشت. نکسوس اس تقریبا تونست به فروش خوبی برسه و اینکه بیاد یه فروش خوبی رو پیدا کنه، دست پیدا کنه به فروش خوبی و گوگل تقریبا راه خودش رو پیدا کرده بود. همکاری با سامسونگ هم برای گوگل یکم خوش اومد چون اون مدل واقعا گل کرد و تونست خوب بفروشه. برای همین سال بعدش، یعنی حدود سال 2011، گوگل مدل بعدی از نکسوس خودش رو بازم با سامسونگ همکاریش کرد، یعنی گلکسی نکسوس، که این گوشی صفحه نمایش 4.7 اینچی سوپر امولد HD داشت، پردازنده دو هسته‌ای حکروم از هسته‌هاش هم 1.2 گیگاهرتز بودن، سخت افزار قدرتمندی داشت و میشه گفت بیس سخت افزارش دقیقاً برابری میکرد با گلکسی S2. تقریبا چیزی که راجع به کل نکسوسا میتونم بگم اینه که با پرچمدار همون کمپانی که تو همون سال معرفی میشد سخت افزار کاملا یکسانی رو داشتن. و البته یه نکته خیلی تاثیرگذار راجع به این گلکسی نکسوس این بود که به نسبت اون نسل قبلی خودش که $530 بود ارزون‌تر هم شد و شد $400 و همین باعث شد که علاوه بر قابلیت‌های سخت افزاری که بهش اضافه شده بود کاربرا بیان سمت گلکسی نکسوس و بخرنش، ازش استفاده کنن و این روند خوب گوشی‌های گوگل باعث شد که تمام کاربرهای این گوشی‌ها یا کلاً دنیای اسمارت‌فون‌ها خیلی پیگیر گوگل بشن که چی تو چنته داره، آیا می‌خواد با سامسونگ مثلا کار کنه، با چه کمپانی می‌خواد کار کنه. پیگیر اسمارت‌فون‌های گوگل شدن که سال بعدش گوگل اومد چیکار کرد؟ در نتیجه گوگل اومد همکاریش رو با سامسونگ قطع کرد، نه که ناراضی بود، می‌خواست کمپانی دیگه هم تست کنه و اتفاقاً کار درستی هم بود که نکسوس 4 رو معرفی کرد و با چه کمپانی همکاری کرد؟ با LG. نکسوس 4 توی دو نسخه معرفی شد، نسخه 8 گیگابایتی و 16 گیگابایتی با قیمت فوق‌العاده مقرون به صرفه، یعنی $299 و $349. حالا مشخصاتش چجوری بود؟ یه صفحه نمایش IPS 4.7 اینچی HD داشت، دوربین 8 مگاپیکسلی داشت، پردازنده اسنپ‌دراگون S4 پرو داشت و کلی قابلیت دیگه و بر پایه خود پرچمدار LG طبیعتاً بود که میشد همون سری آپتیموس G و به دلیل طراحی جدیدی که داشت به نسبت سری‌های نکسوس قبلی طراحی تخت شیشه‌ای داشت با اون یه تکسچر برفکی هم تقریبا پشتش داشت، واقعا طراحیش جذاب بود. به دلیل این طراحی شیشه‌ای از شارژر وایلس هم پشتیبانی میکرد. نکسوس 4 به دلیل اینکه اینقدر مشخصات خوبی داشت و در ازاش قیمت خیلی مقرون به صرفه و رقابتی داشت تونست به فروش میلیونی دست پیدا کنه و به همین دلیل هم گوگل رو تقریبا داشت نزدیک میکرد به اون نقطه اوج خودش که همین باعث شد بیاد چیکار کنه، دوباره با LG کار کنه. سر چی؟ کدوم اسمارتفون؟ سر نکسوس 5 که یکی از بهترین و اوکی ترین اسمارتفون هایی بود که تا اون زمان گوگل تولید کرده و حتی همین حمید مقدسی خودمون هم تعریف میکرد که 4-5 تا نکسوس 5 خریده برای خودش و فامیلاش و هر کدوم از دوستاش. اینقدر این گوشی خوب بود، اسنپ دراگون 800 داشت، 2 گیگ رم داشت، چه میدونم صفحه نمایش فول HD داشت، کلی قابلیت های خفن داشت و با اندروید 4.4 یا همون نسخه کیت کات عرضه شد که تا همین امروز هم به نظر من بهترین نسخه اندرویده و همون فرمول جواب داده گوگل که
میومد چیکار میکرد؟ سخت افزار قدرتمند و در ازای قیمت فوق العاده مقرون به صرفه میداد. نسخه 16 گیگابایتی و 32 گیگابایتی داشت نکروز 5 و قیمتی که براش در نظر گرفته بود $349 و $399 بود. میرسیم به سال 2014 و جونوری به اسم نکسوس 6. این 3-0 رو دیگه من تو تلفظ ببخشید اگه یه موقع اشتباه میگم. نکسوس 6 یه جونور مطلق بود، واقعا یه پریمیوم به تمام معنا بود، فوق العاده قدرتمند بود و این دفعه سر این گوشی گوگل تصمیم گرفت با موتورولا بیاد همکاری کنه. دیگه اسنپدراگون 805 داشت، رم 3 گیگابایتی داشت، پردازنده قدرتمند داشت، دوربین قدرتمند و با کیفیت داشت، هر آنچه که یک پریمیوم به تمام معنا لازم داشت که داشته باشه این داشت. و به غیر از این با اندروید نسخه 5 یا همون لالیپاپ هم عرضه شد، ولی تمام این آپگرید های دوست داشتنی و جذاب که خود منم یادمه که اون موقع چقدر دوست داشتم، یعنی حسرت این نکسوس 6 به دل من موند. همینجای پرانتز با کنم، اگه حسرت اسمارت فون رو تا حالا داشتید و نتونستید به دستش بیارید مثل من، تو کامنت ها بگید چه مدلی بوده. واقعا گوشی فوق العاده بود، اما به ازای تمام این آپگرید هاش یه جامپ قیمتی خیلی بالا هم داشت، یعنی چیزی حدود $300 گرونتر از نسخه قبلیش، یعنی نکسوس 5 که خب خیلی زیاد بود، یعنی توی دوتا نسخه دوتا حافظش قیمت $650 و $700 رو براش در نظر گرفتن. آقا خب بریم سراغ موضوع اصلی خودمون. دوباره این نکسوس 6 علاوه بر تمام قابلیت هایی که داشت، صفحه نمایش 6 اینچی کواد اچ دی و چه میدونم همه چی بهتون توضیح دادم، ولی این اختلاف قیمت یا این جامپ قیمتی خیلی کاربر پسند نبود و کاربرا منطقی نمیدونستن. آقا حالا اوکی تو بهتر شدی، ولی $300 اختلاف قیمت، یعنی دو برابر شدن قیمت به نسبت نسخه قبلی، برای کاربرا زیاد قابل پذیرش نبود و این مدل علاوه بر تمام قابلیت‌هایی که داشت نتونست فروش خیلی خوبی رو تجربه کنه. سال بعدش گوگل اومد همه رو سورپرایز کرد، همونجوری که من الان سورپرایز شدم، اومد همه رو سورپرایز کرد. چرا؟ چون اومد برای اولین بار دو تا مدل گوشی رو معرفی کرد، یه مدل تقریبا مقرون به صرفه، یه مدل پریمیوم. اما داستانی که داشت و بعد بهتون توضیح بدم زیاد خوب عذاب در نیومد. چرا؟ چون اومد دوتا گوشی رو سپورت به دوتا کمپانی، یعنی یه دور نکسوس 5 X داد که سپورتش به LG، که نمیدونم چرا بعد از نکسوس 6 شما باید به نکسوس 5 فری دوباره، چه ربطی دارم با هم. یه دور نکسوس 6 P داد که پیش به نشونه همون پریمیومه که دادش به هواوی، که این دوتا گوشی شاید اوکی بودن. نکسوس 5 X یه مشخصات تقریبا خوبی داشت، پردازنده اسنپدراگون 808 داشت، صفحه نمایش 5.7 اینچی داشت، اگه درست بگم، یا 5.4 اینچی بود، یه کدوم این دوتا. در کل مشخصاتش خوب بود. از اون طرف ما نکسوس 6 پیو داشتیم که پریمیوم بود واقعا، یعنی دوربین خوب، صفحه نمایش کوالیتی 5.7 اینچی، اسپیکر دوگانه توی قسمت جلویی صفحه نمایش و کلی قابلیت دیگه. ولی میگم این دوتا گوشی هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن، نه از لحاظ طراحی، نه از لحاظ مشخصات، نه هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن. مثلا شما اگه یادتون باشه اون موقع مثلا چه میدونم آیفون 6 و 6 پلاس بود، یا مثلا گلکسی چه میدونم S7 و S7 مثلا پلاس بود، یا حالا یه نمونه های این شکلی، یعنی این دوتا مدل تو کمپانی های مختلف خیلی شبیه به هم بودن، یه مدل یکم ارزون تر، یه مدل مثلا گرون ترش یا پریمیومشون خیلی شبیه به هم بودن، ولی این دوتا گوشی از هیچ لحاظی شبیه به هم نبودن. و اینکه دوتا کمپانی مختلف هم اومدن تولیدش کردن و همین باعث شد که کاربرا رو گیج بکنه و زیاد این داستانه به مزاق کاربرا خوش نیامد، به مزاق کاربرا خوش نیامد، این درستش فکر کنم، و نتونستن موفقیتی که باید رو بیان و کسب کنن. یعنی ایده قشنگی بود، دوتا گوشی برای دو دسته از افراد، ولی در نهایت نتونستن اون موفقیت رو بیان کسب کنن. اینجا یعنی دقیقا سال حدوداً 2015 پایان دنیای نکسوس ها برای گوگل بود و
این آخرین تجربه گوگل و آخرین داستان گوگل از اسمارتفون های نرم افزاریش بود. دقیقاً یعنی تاریخ گوشی های گوگل به دو قسمت تقسیم میشه، اسمارتفون های نرم افزاریش که فقط نرم افزارش رو توسعه میداد و به کمپانی های دیگه میسپرد تولیدش رو. از اینجا به بعد میخوایم بریم سراغ چی؟ قسمت دوم داستان، یعنی اسمارتفون های سخت افزاریش که خودش میخواست 0 تا 100 اون سر هم کردن اسمارتفون رو خودش تجربه کنه. این کمپانی تصمیم گرفت یه لاین جدید باز طراحی شده کاملا متفاوت و متحول شده رو بیاد استارتش بزنه که در نتیجه پیکسل ها متولد شدن. نسخه اول پیکسل یه طراحی مینیمال ساده با رنگبندی دو رنگ با دو طیف رنگی ولی جذاب و کاربرپسند داشت، دوربین خیلی خوبی داشت و قیمتش هم مناسب بود و یه راه خوبی رو شروع کرد و اون استارت اولیه اپلی شدن گوگل رو زد. حالا برای چی این مثال رو زدم؟ برای اینکه تنها کمپانی که تا اون زمان همه سخت افزارها و نرم افزارها و هر چیزی که به اسمارتفونش مربوط بود و خودش طراحی و تولید میکرد اپل بود. حتی پردازنده هاش هم اطلاع دارین دیگه، خودش طراحی میکنه و این دلیل اون هماهنگی فوق‌العاده بالای گوشی‌های آیفونه. پیکسل نسخه اول هم دقیقاً همین راه و استارتش رو زد برای گوشی‌های گوگل. نسخه دوم از پیکسل اوج تکامل از لحاظ طراحی پیکسلا بود از نظر من، واقعا طراحی جذابی داشت، یه استفاده از رنگ‌های متضاد داشت که واقعا برای کاربرا میتونست جذاب باشه. این مشخصه اولش بود و مشخصه دومش دوربین خارق‌العاده‌اش بود. دوربین پیکسل نسخه دو واقعا عجیب غریب خوب بود و به طرز شگفت‌انگیزی از زمان خودش جلوتر بود تو تمام چیزا، وضوح تصویر، چه داینامیک رنج، سرعت شاتر، هر چیزی که به تصویر، تصویر برداری، پردازش تصویر و اون دوربین تک لنزش بهتره بگم مربوط بود، واقعا فوق‌العاده بود. درسته که یه سری مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری شاید داشت، چون گوگل هنوزم تو تولید پکیج کامل یک اسمارتفون به صورت کامل هنوزم تازه کار بود، ولی سوای اینکه این باگ ها رو داشت، ولی از لحاظ عملکرد دوربین 12.2 مگاپیکسلیش که سنسور 12.2 مگاپیکسلی داشت واقعا فوق‌العاده بود و همین اصلا باعث شد که کاربرا اون شاید ایرادات دیگه‌ای که داشت رو در نظر نگیرن و به خاطر این مشخصش برن سراغشون. اتفاقا تو همون سالم پیکسل 2 به عنوان بهترین دوربین اسمارتفون، یعنی دوربینش به عنوان بهترین دوربین اسمارتفون تا اون زمان تو کل تاریخ اسمارتفون‌ها شناخته شد. ولی با تمام این اوصاف این گوشی تقریبا در حدود 4-5 میلیون نسخه فروخت و همینقدر تونست کاربر پیدا کنه، عدد خوبیه، ولی در مقایسه با فروش شاید 200 میلیونی آیفون در سال، 200 میلیون آیفون در سال یا فروش 300 میلیونی اسمارتفون های سامسونگ تو سال، این رقم 4-5 میلیون یه جورایی بازی بود. سال 2018 شد و رسیدیم به چه مدلی؟ پیکسل 3. این گوشی به نسبت مدل‌های قبلی خودش یه رشد خیلی جزئی رو قرار بود که داشته باشه، واسه همین گوگل گفتش آقا بیام چیکار کنم، بیام یه خلاقیتی رو به خرج بدم. چیزی که لازمه توضیح بدم اینه که اکثر مدل‌های پیکسل توی دو تا نسخه معرفی می‌شدن، یعنی نسخه معمولی و نسخه XL که همونطوری که از اسمش مشخصه یعنی نسخه بزرگتر، صرفاً مشخصات دیگه‌اش فرقی نمی‌کرد. اما توی پیکسل 3 اومدش چیکار کرد؟ نسخه XL رو با یک ناچ معرفی کرد و یک ناچ خیلی عمیق، خیلی عمیق که تا امروز میتونم بگم که عمیق ترین ناچی که تو تمام اسمارتفون ها شاید وجود داشته باشه همین ناچ پیکسل 3 XL بود. این دوتا گوشی هم اونقدرا که باید و شاید به دلیل اینکه شاید چیز زیادی برای ارائه به مخاطب نداشتن، همون چیزایی که مخاطب تو گوشی دیگه داشت میدید، کاربر داشت تو گوشی دیگه میدید و اینکه خیلی نکته یا برگه برنده ای نداشتن، خیلی چیزی برای ارائه نداشتن.
به همین دلیل و به اضافه قیمت بالایی که داشتن تقریبا در حدود 700-800 دلار نتونستن فروش خیلی خوبی رو تجربه کنن. ولی ما تو سال 2019 گوگل یکم فکر کرد، گفت بیام چیکار کنم، بیام همون فرمول قبلی که داشتم تو نکسوسا همون رو بیام دوباره پیاده سازی کنم، که پیکسل 3A رو معرفی کرد که ورق و کامل برای پیکسل برگردون، مشخصات قدرتمند و بروز، نرم افزار فوق العاده، اون رابطه کاربری جذاب یا پوسته گوگل که فوق العاده روون بود و همه چیزهایی که شما نیاز داشتید، دوربین خارق العاده و قیمت مغروم به صرفه 399 دلار بود پیکسل 3A و به پرفروش ترین اسمارت فون تاریخ کل اسمارت فون های گوگل، کل گوگل فون ها تونست که تبدیل بشه و یه جورای کلا اومد ورق و برگردون، یعنی اون فرمول برنده ای بود. با معرفی پیکسل 4 گوگل متاسفانه دوباره راه خودش رو گم کرد. یه پرچمدار ناامید کننده 800 دلاری که نه تنها مزیت رقابتی نداشت، بلکه تو خیلی از چیزا هم حتی کمبود هم داشت. مثلا اوضاع برای باتری پیکسل 4 واقعا وخیم بود، یعنی از لحاظ شارژدهی واقعا عملکرد خوبی رو نداشت. یا مثلا اومده بود برای اولین بار دوربینش رو دوگانه کرده بود، اما به جای که بیاد از یک دوربین اولترا واید کاربردی که توی اون زمان کاربرا شاید خیلی بیشتر دوستش داشتن استفاده کنه، اومد لنز از یک دوربین تلفوتو استفاده کرد که زیاد کاربرا باهاش ارتباط برقرار نمی‌کردن و شاید اصلا لازم نبود همچین چیزی. پیکسل 4 شاید یه سری از این قابلیت‌های نرم افزاری یا اون جادوی ویژه گوگل رو هنوز تو دل خودش داشت، جادوی اون نرم افزار گوگل تو دل خودش داشت، ولی این قابلیت‌های نرم افزاری، این فیچرهایی که داشت، فقط واسه کاربرهای خود پیکسل شاید جذاب بود یا حتی برای اونا هم شاید توی سری از موارد کم بود پیکسل 4. واسه همین نتونست طبیعتاً به موفقیت برسه و تو 6 ماه اولی که عرضه شد فقط تونست 2 میلیون نسخه بفروشه که واقعا ناامید کننده بود. اما سال بعدش دوباره گوگل رفت سراغ همون فرمول برندهش، همون فرمول جذابی که کاربرا عاشقش بودن، گوشی ارزون قیمت، مشخصات قوی، دوربین خوب، طراحی قشنگ تقریبا و قیمت مقروم به صرفه، یعنی پیکسل 4A اومد معرفی کرد. کمتر از یک سال بعدش پیکسل 4A معرفی کرد، مشخصات خوب، کیفیت بدنه مناسب، همه چیز اوکی، تماما اوکی و حتی قیمت کمتر از نمونه قبلی سری A، یعنی 3A، اون 399 دلار بود و این 349 دلار بود و بازم تو پیکسل 4A ما فروش خوبی رو داشتیم توی گوشی های گوگل یا گوگل فون های پیکسل، تونست فروش خیلی خوبی رو تجربه کنه. اینجا تقریبا میتونیم به این برسیم که گوگل یک راهی رو پیدا کرده بود، یک فرمولی رو پیدا کرده بود که آقا من میام یه دونه پرچمدار بدم، یه دونه گوشی مغروم به صرفه یا کاربرپسند بدم. درسته که پرچمداراش ناامید کننده بودن، ولی از اون ور گوشی مغروم به صرفهش واقعا میتونستن فروش خوبی و محبوبیت خوبی رو تجربه کنن. سال بعدیش، یعنی سال 2020 اگه اشتباه نکنم، پیکسل اومد یا گوگل اومد از پیکسل 5 و 5A تو همون سال معرفی کرد. این دوتا رو داد که فقط یه گوشی داده باشه، یعنی دیگه نسخه XL نداشت، چه میدونم قیمتش 800 دلار بود، حدوداً 700 دلار بود اگه اشتباه نکنم، ولی پرازندش مثلا چی بود؟ اصلا بگونه 765 بود، پرازنده میان رده بود، یعنی اصلا تکلیفش با خودش مشخص نبود. اون طراحی قشنگ رو نداشت، مزیت رقابتی به هیچ وجه نداشت بین اون یه دنیا از گوشی‌های رنگ و رنگ تو کمپانی های مختلف، هیچ مزیت رقابتی نداشت پیکسل 5 و به هیچ وجه نتونست به موفقیت برسه. سخت افزارش ضعیف بود، قیمتش تقریبا بالا بود. میگم اومد یه چیزی داده باشه که فقط بازار رو پر کنه، بگه آقا امسال ما بیکار نبودیم. اما تو این تایم بود که یه سری شایعاتی راجع به پشت صحنه که گوگل داره چیکار میکنه، داره یه اسمارت فون تماما گوگلی رو طراحی میکنه، یعنی از 0.00ش تا 100ش قرار دست خودش باشه و از اونجایی که گوگل
خیلی راز داره ماشاءالله، به هیچ وجه نتونست این اطلاعات رو کنترل کنه که درز پیدا نکنه و تقریبا 6 ماه قبل از عرضه اون اسمارت فون گیم چنجرش همه اطلاعاتش لو رفته بود و جالب اینه که گوگل هم تاییدشون میکرد آره این همینه، این درسته، این درست میگین، اونایی که اطلاعات رو لو دادن همه اطلاعات درستی رو گفتن. در نتیجه تو سال 2021 پیکسل 6 معرفی شد و این اولین، یا که اولین که نمیشه گفت، به تکامل رسیده ترین گوشی یا گوگل فون بود که بالاخره بعد از 14 سال گوگل تونست بهش دست پیدا کنه و اون راهی که شروع کرده بود با پیکسل 6 به یه ثمری برسونتش. پیکسل 6 از صفر تا صدش همونطوری گفتم دست خود گوگله، حتی پردازندهش، یعنی پردازنده تنسور هم طراحی شده و شخصی سازی شده توسط خود گوگله که تو کارهایی مثل هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی فوق‌العاده است. طراحی جذابی داره از لحاظ من، از نظر من طراحی خیلی جذابی داره، همون طراحی دو رنگ نوستالژی که پیکسل‌ها داشتن و داره، دوربین فوق‌العاده‌ای داره و تو دو تا مدل پیکسل 6 و پیکسل 6 پرو معرفی شد. قیمتش قیمت‌هاشون تقریبا منطقی 499 دلار و 599 دلار و 899 دلار اگه درست بگم، یه 100 دلار جا به جا نگم. ولی داستانی که اتفاق افتاده پیکسل 6 و پیکسل 6 پرو دیگه اون حلقه آخر تکامل اسمارت فون‌های گوگل هستن. خب یعنی این راهو تموم کرد گوگل با پیکسل‌های 6. ولی یه چیزی که میشه در نظر گرفت این بود که با توجه به اینکه تو مراسم گوگل آیو اومد از پیکسل 6A هم معرفی کرد، رونمایی کرد که اونم اسمارت فون خیلی خوبی بود، یعنی همون فرمول جذابه بود دوست داشتنی، 399 دلار، قابلیت‌های خوب، دوربین خوب، پردازنده تنسور همین نسل جدید رو داره، 399 دلار و یه رقیب فوق‌العاده جدی و بهتر از آیفون SE که واقعا بهتر از اونه. به نظر من خیلی بهتر میشد که شاید یک مدل پرچم‌دار معرفی میکرد و پیکسل 6 و پیکسل 6 پرو نداشتیم، یه قیمتی بین همین وسط، مثلا شاید 749 دلار رو در نظر میگرفت و یک اسمارت فون، یعنی همون پیکسل 6 پرو رو معرفی میکرد و بعدش پیکسل 6A، یعنی اون 6 معمولی زیاد منطق نداره برای من که چه اتفاقی داره واسش میفته. فقط یه مقداری تو رفرشیت صفحه نمایش و یکم هم تو قابلیت های دوربین کمتر داره که نمیدونم، منطقی به نظر من نمیاد. اما در کل این کلن راه تکامل گوگل فونا بود، اسمارت فون های گوگل تا الان. من خودم خیلی خوشبینم به اسمارت فون مخصوصا بعدی گوگل، یعنی پیکسل های 7، چون این اولین تجربه پردازنده طراحی شده توسط خودش رو دیگه قدمش رو برداشته، تنسور رو طراحی کرده و نسل بعدی از پردازنده تنسور طبیعتا میتونه خیلی پخته تر باشه، خیلی درست درمون تر باشه تو پیکسل 7 و این راه گوگل به نظر من با پیکسل 7 کاملا دیگه به ثمر میرسه و میتونه خیلی ریاکشن های جذابی رو داشته باشه، این خلاقیتی که پشت نرم افزار، سخت افزار و این سری از اسمارت فونه. این هم داستان کامل تکامل گوشی های گوگل. امیدوارم که لذت برده باشی، امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات خوبی رو بهتون بدم. در نهایت هم لایک این ویدیو و سابسکرایب ما تو کانال یوتیوب دیجیاتو رو فراموش نکنید و مرسی از اینکه ما رو همراهی میکنید. تولدت مبارک. مرسی.